نیجریه اخیرا شاهد اتفاقات گوناگونی بوده که میتوان همه را در راستای اقدامات ضد اسلامی و وخیم شدن اوضاع مسلمانان در این کشور تلقی کرد در یکی از این اقدامات تروریستی گروه مسلح با حمله به یک مدرسه در ایالت زمفرا در شمال غرب نیجریه صدها دانش آموز را رو بودن. سخنگوی فرماندار ایالت زمفرا با تایید این حمله از ذکر جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرده اما شبکه بی بی سی به نقل از یک معلم خبر داده که دست کم تعداد دانش آموزان رو بوده شده 300 نفر بوده است این دومین عملیات انسان رو بایی که طی هفته های گذشته در شمال نیجریه رخ می دهد همکارم علی اکبری گزارش می دهد از زمان ربوده شدن 300 دانش آموز در نیجریه که چند هفته پیش رخ داد تا به امروز هیچ گروهی مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته اما حدود دو ماه قبل سنی های روی بوکو حرام در ایالت کاتسینا بیش از 300 دانش آموز را ربوده بودند از سوی دیگر دولت محلی در ایالت کوارا ممنوعیت حجاب را لغو کرده طبق دستور دولت ایالت کوارا در غرب نیجریه دانش آموزان مسلمان از این پس می توانند با حجاب اسلامی در کلاس های درس حاضر شوند علاوه بر این دستور دولت ایالتی ده مدرسه را که هفته گذشته به دلیل جنجال های پیش آمده بر سر داشتن حجاب دانش آموزان تعطیل کرده از روز دوشنبه مجددا بازگشایی خواهد کرد دولت ایالتی روز جمعه گذشته دستور تعطیلی موقت ده مدرسه متوسطه در ایلورین پایتخت ایالت را تا زمان حل اختلاف در مورد استفاده از حجاب صادر کرد ایالت کوارا در غرب نیجریه و هم مرز با کشور بنین واقع شده و بیشتر اهالی آن مسلمان هستند این رفتار دولت محلی کوارا در حالی است که دولت مرکزی نیجریه در حال سرکوب گروه های مختلفی از جمله شیعیان در این کشور است نیجریه در همین راستا شیخ ابراهیم زکزاکی یکی از روحانیان شیعه این کشور را به همراه همسرش از دسامبر 2015 بازداشت نموده است در جریان این بازداشت هزاران تن از شیعیان نیجریه توسط نیروهای ارتش و امنیتی به گلوله بسته شده و تعدادی نیز بازداشت شدهاند از آن زمان تا کنون اعتراضات مسالمت آمیز به بازداشت زگزاکی توسط نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شده و معترضان به شدت سرکوب می شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده قرار از شیخ زگزاکی هشتم و دهم مارس 2021 میلادی محاکمه شود. این در حالی است که وی پیش از این محاکمه شده و حکم آزادی وی توسط دادستانی کل نیجریه صادر شده بود اما دولت بوهاری رئیس جمهور نیجریه از اجرای آن حکم جلوگیری نمود